هی چه خبر بچه اسم من هست کیودی پای با علی بروکس های اومدیم یه بازی خیلی خفن یه جور چالش انجام بدیم. میخواییم به ظاهر پرنستر به ظاهر پروژه کارها نمره بدیم. بهمن هم که اینجاست. خوبه علی بهمن رو میشناسی؟ بهمن مگه میشه کسی بهمن رو نشناسه؟ معرفیتون کنم بهمن علی بهمن خوشبختم علی چهار تا نمره واسه ما آماده کردی که بعد از این چهار تا ما به اون پروژه کار یه جور نمره ای رو بدیم دیگه. آره اینجوری بود؟ اوکی درسته. آره علی آره اوکی. اینا رو واسه هم ادیتور هم آماده کرده سامان. مرسی سامان. حالا نمیدونیم ما کلا اصلا نمیدونیم که اینا کیان کیان قراره کیا باشن تو این عکس. خیلی هاشون فکر کنم خودت هم نمیشناسی. نه نمیشناسم من نمیدونم مثلا قراره چه اتفاقی بیفته کیا هستن ولی اسمشون که الان دارم نگاه میکنم یه خورده آشنا به نظر میاد ولی دونه دونه من میخوام از شماره یک تا آخر بهت نشون بدم. علی نمره ها رو بگو ببینیم چیه. چهار تا نمره داریم. هات که میشه بالاترین نمره یعنی کراش رویاییمون میشه یه جورایی. بعدش یه لول پایین‌تر نمره خیلی بالا میشه. یه لول پایین‌تر میشه کیوت. یعنی خیلی خوشگله ولی رویایی نیست در اصل. کیوتی پای که اصلا کیوت تری. بعدش دیت یعنی یه لول پایین‌تر از کیوت. حاضری بشناسیش، اخلاقشو بشناسی ولی ایدئال نیست ظاهرش. نفر لول آخر که امیدوارم هیچ کس نگیرتش میشه آبجی. آبجی یعنی پایین تری. اصلا خوشم نمیاد آبجی. یه نمره پایین میشه. دقیقه. یا مثل وقتی که بهت میگی داداش. مثل وقتی که بهت میگه داداش. سر من نیومده، سر کیانم نیومده. اصلا سر ما این چیزا نمیافت. اصلا سر ما این اتفاقا نمیافت. آماده ای؟ علی صابونه تو آماده کردی بغلت؟ عکس اول آدیسی همباونیو اسمشو دقیق نمیدونم. این کیه؟ آدیسی همباونیو. من حالا این اسمشون چون سخته علی من زیاد نمیتونم اوکی بخونم درست ولی ادیتور پایینش قشنگ میزنه اسمشون. به نظر تو چجوریه؟ به نظر من خیلی بانمکه. یه جورایی میشه بانمک نیست. بانمک نیست. به دل نشین نیست. بانمک که هست ولی سلیقه یه کیوتیپای نیست. من بهش کیوت میدم. کیوت. من دیت میدم. واقعا؟ بفرمو. دیت خیلی بانمکه. حالا کاری به این ندارم که پروژه کاره ولی بانمکه. بعدی اسمش گابل کاتر گابی کارتر. گابی کارتر میشناسی یا بعدی؟ نه اسمشو نوشته من کجا میشناسم. فکر کنم تو این عکسه سمت چپیه فکر میکنم با پروژهاش آشنا شدم قبلن ولی زیاد زیاد آشنا نیست. مطمئن نیستم. به نظر من کیوت. کیوت منم کیوت میدم موافقم. کیوت سلیقه‌مون مثل همه کیوت. اوف بعدی ملکه رایلی ری. رایلی ریت. اوف اوف اینو دیگه علی به نظر چی باید بدیم؟ خودت بکشش بالا. خودت بکشش بالا. چی دادی حالا؟ من هات نمیدم من کیوت میدم. چرا؟ بانمکه ولی رویایی نیست واسه من. اوکی بعدی ببینیم که what the fuck. خوبه خیلی خوبه. عالی یک بیچ. یعنی فکر کنم کارخونه میهن میاد نصف شیراشو از این میگیره از این میدوشه میبره شیر تو دید میکنه. چه خبره؟ چقدر گونده هست؟ کسی واقعا به این چیز هم میده؟ کسی به این به نظر ولی هات میده؟ هات؟ آره هستم میشستم کسایی که به این هات بده. یکی از دوستام اینجوری خانمان الان 560 کیلو بر خیلی دوست داریم طرف داریم بانوی زیادی هست. فهمن بهش هات داد.
اوه سلیقه به من اینجوریه نمیدونسته. خیلی هم دوستش دارم. بعدی اوه 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 ابول دنجر ابلو دنجر خوبه. میشناسی علی؟ نه. رتبه یک و دو سین سال به نظر واقعا؟ فکر کنم آره رتبه یک و دو برونا به این علی دیک دستش بیفته در امان نیست. اون دیک خیلی خطریه. شبیه ترنسا هست نه؟ یه خورده یه کوچولو شاید ولی نه ترنس مطمئنی نیست؟ نه دیک ندارم. کجا یه جوری؟ بودش که توی پورناب نبود توی گی هاب بود. اوکی نگاه کن این تیتاب همون دیک هست که دیک کجا این تیتاب قرار بده. تو معمولا تیتاب رو چجوری میخوری تیتاب؟ تیتاب رو آروم نیست میکنم. جواب خوبی دادی. اوکی به نظر من میترسم ازش. دیت اوه اوکی من بهش هات میدم. خیلی خوبه هات البته رتبه یک دادی. نه کیوت گفتی شبیه دو جنس هاست. کیوت حالا که فکر میکنم کیوت کیوت یه نمره آوردی پایین دیگه. آره شری دویل یا همچین چیزیه نمیدونم. شری دویل یا همچین چیزی علی میلف دوست داری؟ میجوری میل میلف دیگه یه جورایی نیست میلف. آره راست میگی میلف دوست داری؟ میلف دوست دارم ولی به این دیت میدم. منم دیت خوبه نظرمون شبیه همه. بعدی سب که لازه یه لازه یه لازه دوربینم قطع شده انگار. بعدی سلطان قلب دقیقا پادشاه ایران همگیمون باش آشنا هستیم دیگه. جانی سینز. جانی سینز رو بهش نمره بدی؟ چرا ادیتورت همچین چیزی گذاشته قاطی اونا؟ تو از پسرها خوشت میاد؟ چی فکر کرده بود؟ فکر نه گیه این مگه شما باشیم ما باید باید بالاخره یه نمره بدیم دیگه. آبجی بهترین گزینه است. آبجی هم نه من هیچ چی نمیدم. بعدی منفی آبجی بعد از اینا یه نمره بده. داداش آقا خطریه. داداشی خطریه. اصلا میگم خطریه. اگه میخواستیم بهش کیوت بدیم که میومد میگفت جو به من گفتی کیوت. فقط اینجا که تو همه شغلی بوده نگاه کن تو ارتش بوده اینجا رقاص بوده سوپرمن دکتر همه جوری اینجا اگه بهش اون نمره اول چی بود؟ هات هات میدادیم این میشد قشنگ همین وسطی. میومد سراغم یه زبونه میزد به دستش و دیگه تموم بود. بریم بعدی ایلسا جین خوبه. این همون دختره نیست که میمشو ساخته بودن وسط چند تا سیاه پوست بود؟ اون نه 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 این یکی دیگه است. این هم با سیاپوستا خیلی ویدیو داده بیرون ها ولی این اون نیست. من بهش کیوت میدم. من ولی شماره یک رو میدم. هات بشمو خیلی میشناسیش یعنی خیلی باش خاطره داری؟ خاطره نزیاد نزیاد ولی یه چند است دیدی زیاد. بعدی آیومی آنیمه آنیمه آیومی انیمه است. خیلی خوبه من بهش هات میدم. خوبه هات. هات ولی به دول من یعنی به دل من نشست. من بهش آبجی میدم. واقعا اینقدر آبجی قیافش که خوبه بدنش هم خوبه به سلیقه من نبود. بعدی آبجی موافقم. خوبه آبجی بهش نمیخوره اصلا پروژه کار باشه. سیبیل سیبیل تن سیبیل سیبیله سیبیل این که سیاه این چیز هاست از این سیاه پوست ها. من به این چی انتخاب کرده ادیتورت؟ این
چیه کریستیانو رونالدو دستش رو یعنی گره تو شورت اینا What the fuck عکس تکیه هاشونه بیار باب What What the fuck خوبه به خاطر همین بوده سانسور شده آبجی نه سیاپوستا خوبه ندی سیاپوست من سیاپوست رو دوست دارم شکلات دوست داری نمره یک چی بود هات هات پلاس ولی خوشگله دختره بریتنی آمبر خیلی خوشگله میشستی هدی؟ نه 90% کسایی که الان دیدیم و من نمیشستم من فقط رالی ری رو تا الان شناختم با عموجانی به نظرم هات؟ تو هات تو برده آره من کیوت من کیوت تو کیوت؟ آره یه یو کیوت از این عکس خوشم نمیاد از این اوکی قدیمی عکس سمت راستی چی اسمش چیه کنزی ر آبجی به نظره او... گرفتی بالا هی بابا خوبه خوبه واقعا کسی هم هست به این بابات هات بده بدنش خوبه قیافش یه جوریه بدنش هم به نظر من خوب نیست علی چه خوشیه میدونی چی رو باید بکشی بالا ببینم همون چیزی رو که میخوایی بکشی بود آه درسته خواهی گرد بکوب 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 ایشون علی میدونم هیچی نگو آبجی رو بکش آره بعدی نه خیر باره گرد آفرین خودت قشنگ میدونی ها سلیقه‌مون داره اینجا داره شبیه میشه اینجا دیگه داره خیلی تو ویدیوی علی که رکورد کردیم خیلی سلیقه‌مون متفاوت بود ولی اینجا انگار قشنگ دیگه کپیه ایشون چی آلینا لوپز آلینا لوپز آلینا لوپز خوبه هات تو بکش بالا دقیقاً همینه نمیگفتی هم همین کارو میکردی بکش بالا هات هات فاکینگ هات علی ببین کیو پیدا کرده آیلار لی لی یا لای آیلار لی ایرانیه پشمو این تو پروژه کارهامون هم بوده اسمشو آوردم آرش با پروژه کارا فیلم گرفته با آرش هم بازی کرده آدم به عشق ایران به نظرت چی ببری هات فاکینگ بارکلله هات عالیه فرش ایرانی هم آورده قیافش هم خوشگله فقط بعد بیشتر فیلم کار کنه ویدیو به در خودش چند تا شو دیدم تموم شده رفته خسته شده تکراری شده نه دیگه من اونجوری هم نیستم نه اصلا نه خیلی نه این چی اوا هات دیگه نمیشه تو هم نظرت همینه؟ آره خیلی خوبه هم خوشگله هم بدنش خوبه ایوه نظرمو خیلی داره شبیه هم میشه اینجا هم یه خورده دماغش گنده است من نمیدونم یه داستانی وجود داره چرا همش داریم هات میدیم؟ من یک دقیقه برم الان میام کجا؟ صابون؟ صابونو نبری علی برگشتی؟ حالا که دارم فکر میکنم آبجی آبجی نظرت عوض شد؟ آره رفتم به اشتباهاتم فکر کردم رفتم یه خورده تمرکز کردم سابونه کو به نظر من تو هم باری خورده به اشتباهاتت فکر کن شاید نظر عوض شد من نه نظرم هم امتحان نکنی نمیدونی اوه علتا علت بانو علتا بانو علتا آبجی این دکتر دراکولای خیلی دوستش داره واقعا؟ مماش یه خورده چیه؟ پروستاته پروستات تو چی میدی؟ من به علی تو همون میدونی هات واقعا؟ خیلی خاطرهای زیادی باش داشتیم اوکی
همه شد هات که واسه من. میگم باری قوره فکر کن به اشتباهاتت نظر دوز میشه. اینجا دیگه نه. من سب کن خودم میگم خودت بگو من نگاه نمی کنم وقتی برگشتم. هر وقت آوردی بالا به من بگو من چشم باز کنم ببینم. آفرین. ولی من بهش دیش میدم. خود خودشو یه نمره بالاتر دادیم. آره. اصلا یه جوریه، یه سبکای همون تایلندی از دوست نداری اون آسیا خیلی آرایش میکنن. خیلی یه هم میبینید پشت این قیافه یه پیرزنی نهفته. ملکه اصلا پری لازم نیست راجعی صحبت کنیم. من خودم امتیاز میدم اصلا. وایس یه توضیح اول بدم. ایشون به خاطر این میم معروفش معروف شد، ولی دندوناش شو اینا من میترسم. آقا خیلی ترسم که کم کم در زبون نگیرا. من آره یه خوره دارم وحشت میکنم، حتی میترسم بخوام باهاش قرار بگیرم. واقعا نه، من به احترام این میم بهش هات میدم. هاکینگ هات ترسناکه. نه اصلا من به خاطر احترامش دارم بهش خاطر. من همون آبجی آدم میترسه با این دندوناش. چیه؟ زخم میشه دقیقا. دیگو نیکن به احترام اون میم تو هات دادی؟ آره وگرنه آبجی. هولی شیت علی بلند بگو هولی شیت و هولی شیت اون لعنتیو بکش بالا. آفه خوبه، خیلی خوبه. چیه اینا؟ چیه؟ باز این وسطی عکسش قشنگتر یه خورده بهتر افتاده. ولی این what the fuck. بریم آماده ای زودتر بریم بعدی. بریم بعدی تا پسوناش نرفته تو حلقمون. اوه فاک ادیتورت اینو واسه تو هم گذاشته. چی بود اسم این؟ بله دلفین. بله دلفین تو ویدیوی تو پروژه کاره؟ نمیدونستم. فکر میکنم نودگرافره، یعنی عکس لختی مختی و اینا میذاره. پروژه کار من میگم، من آشنا یه خورده بودم. این انگار ویدیو هم میذاره. من نمیدونم ولی شنیدم اینجا خیلی نظرم داره چیزی هات پلاس. اگه میگم اگه جین بازی هاشو در نظر نگیری منم هات فاکینگ هات. بعدی لانا ملکه لانا روز. بیار بالا علی، بیارش بالا. بکوب موکی هم بکوب. برو عقب اینجوری بکوب دیدو. برو عقب ملکه لانا رودز از 19 سالگی شروع که، ولی تا جایی که میدونم چندین سال نمیسازه فیلم. فاکینگ هات ملکه لانا رودز. الکسیس تگزاس پشیمان. بخوایم بر اساس احترام بهش نمره بدیم. آفرین بانو. بر اساس احترام بهش نمره بدیم یا بر اساس سلیقه؟ بر اساس سلیقه من الان بانو چون با ساسی هم دیده شد دیگه، دکی ساسی هم احتمالا رفته تو سلیقه هم دیگه نیست. حس بکنم با اونو خاص شده. اوکی خواستم دیت بدم ولی همون آبجیه که کشیدی بالا نه علی. دیت بیا بشناسیم. بیش یه خورده داره بیش شاد اخلاقش خوب باشه. دیت بده. آقا اینم عکس آخر بود. الکسیس کلن 25 تا شد. نظراتمون خیلی شبیه هم بود علی. خیلی اصلا تو این خیلی شبیه. چند تا بوده؟ 5-6 تا فکر کنم بود نظراتمون شبیه هم. دقیقا. حالا بین اینا که بخوایم حساب کنیم علی، کدومشون به نظرت از همه اینا جذاب تر بود؟ لانا رودز. ملکه لانا رودز. من بین لانا با رایری و بل دلفین، بین این سه نفر من نمیدونم دقیقا کیو اول دادم. من اول لانا رود، بعد رایلی ری، بعد رایلی و آره لانا و رایلی و میتونم مثلا یک کدومشون اول. لانا اول، ایشون بل دلفین دوم،
سومم رایلی رید. تو چی؟ موافقم. دقیقاً منم. تو هم همینجوری مثل من. ولی شماره یک لانا، ملکه لانا. ملکه جدید سوشال مدیا دیگه الکسیس تگزاس نیست، لانا رودز. دقیقاً. دیگه گذشت اون موقع‌ها علی. موقع‌ها. هی یادش بخیر. یادته؟ تو کوچه خیابون فوتبال بازی می‌کردن، همه عکس بانو رو می‌بردن، فیلم بانو رو می‌بردن. بانو دیگه بازنشست شد علی. من به وسیله میم شناختمش، یعنی تا قبلش نمیشناختمش. بچه‌ها به پایان این چالش رسیدیم، چالش نمره دهی به پروژه کارهای معروف. یه ویدیو هم با علی گذاشتیم تو چنل خودش، حتما اون ویدیو رو هم نگاه کنید. نمره دهی به استریمرها و یوتیوبرهای خارجی بودش که تو چنل علیه، حتما نگاه کنید. علی صحبتی نداری؟ نه خیلی خوش گذشت، امیدوارم بازم بتونیم فیلمای خفن بسازیم. عشقی میترکونید. خیلی دوستتون دارم. حتما سابسکرایب کنید، این دکمه‌شو بزنید، سابسکرایب بودی پای لایک کامنت. حتما کدومشون به نظرتون بیشتر براتون جذاب بودن؟ از 1, 2, 3 تا رو انتخاب کنید. نظرتون شبیه من و علی بودش یا نه؟ شما هم خوشحال میشم کامنت بذارید، ببینیم کامنتتون چه سمت داره. عاشقتونم، دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، پیس.